إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. تبری که این همه بت شده، تبری درست در ذیل این آیه میگه، باز جای دیگه میگفت شاید اینقدر آتش نمیزد به دل آدمی. در ضمن آیه شریفه لا تدرکه الابصار تبری میگه و الصواب من النظر ما تضافرت به النصوص. نظر صحیح اینه، رأی صحیح اینه، ما حدیث متضافر داریم، یعنی خبر واحد نیست، به حد خبر متواتر هم نرسیده. احادیث متعددی داریم که چی؟ سترون ربکم کما ترون القمر بلا سحاب، یا نسخه دیگه کما ترون الشمس بلا سحاب یا لیس دونها سحاب. نظر صحیح درباره رؤیت خدا اینه، ماه 14 شبه ای که ابر در فضا نباشه چقدر آسان قابل رؤیته، خدا را این گونه خواهید دید. از قول سید انبیا صلی الله علیه وسلم نقل می‌کنم، آفتابی که در فضای بدون ابر باشه رؤیتش چقدر سهل و ساده است، دیدن خدای متعال به همون اندازه سهل و ساده است. و این حاکم بر قرآنه. یا اون مجاهد که وقتی این آیه شریفه را معنا می کند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا. مقام محمود را میگه که خدا خودش در عرش نشسته، بغل دستش جا هست، پیغمبر خدا را در عرشش بغل دستش می نشونه. طبری هم اینا از مجاهد نقل می کنه و امضا می کنه. این آیه شریفه که هل امتلعتی و تقول هل من مزید، این در صحیح بخاریه. بخاری مختصری بخش تفسیری داره، در صحیح بخاری بخش تفسیری سوره واقعه مثلا یه آیه یا دو آیه تفسیر شده، سوره مجادله یک آیه دو آیه تفسیر شده. در ذیل این آیه شریفه هل امتلعتی، جهنم هی میگه هل من مزید، هل من مزید، تا خدای متعال پایشا به آتش جهنم میگذارد و جهنم میگه قط قط و عزتش، به عزتت قسم دیگه بسمه. آیا این رویت عرفانیه؟ پای عرفانیش را به جهنم میذاره؟ ها؟ تا خدا پایش را به جهنم نگذاشته هی جهنم میگه هل من مزید، هل من مزید. آخر مرحله که خدای متعال پاش را به آتش جهنم داخل میکنه، جهنم میگه که قط قط و عزتیش. این در صحیح بخاری در بخشه تفسیرش اومده. و کم له من نظیر در ابواب دیگه. بنابراین رؤیتشون همین رؤیت جسمیه، پایشون همین پای جسمیه.